دوستان سلام، بعضی از تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف قهوه به طور منظم می‌تواند به کاهش وزن کمک کند، زیرا در قهوه موادی وجود دارد که باعث افزایش سوخت و ساز بدن و چربی سوزی به ویژه در ناحیه دور شکم می‌شود. اما قهوه‌های لاغر کننده، قهوه اسپرسو، قهوه بسیار تلخ و تیره است که برای تهیه آن از میان دانه‌های قهوه آسیاب شده آب داغ پرفشار را عبور می دهد. قهوه اسپرسو یک نوشیدنی کم کالری بوده و در هر 20 گرم تقریبا 3 کالری دارد. نوشیدن یک جرعه اسپرسو حاوی کافئین قبل از ورزش باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی و بهبود عملکرد ورزشی شده و باعث سوزاندن کالری بیشتر در هر تمرین می شود. قهوه سبز به قهوه تفت داده نشده و خام و سبز رنگ میگویند. عنصر کلیدی موجود در قهوه سبز یک ترکیب طبیعی بسیار مهم است که با آزاد کردن گلوکز در بدن و افزایش سوخت و ساز یا سوزاندن چربی موجود در کبد و تبدیل آن به انرژی باعث کم شدن چربی میشود. این ماده به سوختن چربی در شکم و اطراف کمر شما کمک فراوانی میکند و باعث میشود که بین وعده های غذایی احساس سیری داشته باشید. قهوه گانودرما ترکیبی از پودر قهوه و پودر گانودرمای سرخ است و گزینه مناسبی برای طرفداران قهوه و کسانی که از طعم قهوه لذت میبرند است. مصرف قهوه گانودرما برای لاغری به این صورت است که باید هر روزه در دو نوبت صبح و عصر به طور مرتب مصرف شود و کم کم بعد از روز 14 اثرات آن را خواهید دید. قهوه عربیکا دارای دانه های کوچک و رنگ روشنی است و کیفیت بالایی دارد و به عنوان خوش‌طعم ترین قهوه جهان شناخته می شود. کافئین موجود در قهوه عربیکا به افزایش متابولیسم بدن کمک کرده و باعث لاغری و کاهش وزن می شود. مصرف قهوه می تواند باعث کالری سوزی بیشتر بدن شود. کافئین افزایش سوخت و ساز بدن را در پی خواهد داشت و به طور خودکار وزن شما را خواهد کاست. تحقیقات همچنین به این نتیجه رسیده است که قهوه چربی قهوه‌ای موجود در بدن را تحریک می کند. چربی قهوه‌ای چربی است که بیشتر در قسمت گردن و شکم قرار گرفته است. اینو چربی مسئول تولید گرما در بدن است. البته قهوه همچنین می تواند چربی های سفید را هم کاهش دهد، اما نه به اندازه چربی قهوه‌ای. قهوه مدر است و باعث افزایش دفع ادرار، دفع سموم از بدن و پاکسازی کبد و کلیه ها نیز می شود. اما دقت داشته باشید، درست است که قهوه به کاهش وزن کمک می کند و فواید زیادی برای بدن دارد، اما باید مراقب میزان مصرف خود باشید، زیرا مصرف قهوه زیاد در طولانی مدت عاملی برای افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی خواهد بود. مصرف بیش از حد قهوه باعث تحریک اعصاب، تهوع، گیجی، کاهش تمرکز و آسیب به ارگان های بدن می شود. برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.